Yeah.
Feliz semana, buen hombre. Oh!
Ναι, 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 ναι. Θα σας διαφημιστώ. Thank you.
بی وفا لب که من افتادم از پا چرا thank you.
تشکر از گروه شیدا، خانم شیدا با این صدای زیباشون و قربون همه شما ها برم که واقعا سکوت رو رعایت کردیم و حالی دادیم به مجلس. دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net اوستا با W avesta.net.
یک شهر پاریس، عروس شهرهای جهان، یک خیابان شانزلیزه، شهره خیابانهای دنیا و یک خانه فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. شهر فرهنگ با دریایی از نوار ویدئو، موسیقی، دیسک لیزر، کتاب و نشریات ایرانی و کارت‌های تلفن به راه دور، چاپ و تکثیر، اینترنت کافه و ده‌ها خدمات دیگر در قلب شانزلیزه پاریس. و نیز رادیو وای ایران، شهر فرهنگ 66 شانزلیزه، داخل پاساژ روبروی ایران ایر، طبقه همکف سمت راست. تلفن 01428959595 01428959595. تلویزیون مهر از پاریس، عروس شهرهای جهان، به میهمانی شما مهربان یاران می آید. تلویزیون مهر، پیام‌آور دوستی، آرامش، خردگرایی، شادمانی و مهرورزی برای کانون‌های گرم پارسی زبانان، با نگاهی جستجوگرانه به گذشته و هویت ملی، با ارج نهادن به اندیشمندان، هنرمندان و پژوهشگران، با برخورد عقاید و اندیشه‌ها گوناگونی را به ارمغان می‌آورد. تلویزیون مهر برای فردایی آزاد، آگاه و خردگرا تلاش می‌کند. تلویزیون مهر، نویسنده و پاسخور سیاوش اوستا. دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net اوستا با W avesta.net. ده روزه دیگر آثار جنجالی و روشنگر سیاوش اوستا که تنها تیتر آنها برخوردار از پیام‌های خردگرایانه عنصر ایرانی است. کتاب ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن، یک اثر جالب و خواندنی از سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی. روزی دو که مهلت است، میخور می ناب، کین عمر دو روزه بر نگردد. دریاب دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز زمی باش خراب. غریب بزرگ، دکتر علی شریعتی، افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن، پژوهشی نوین از سیاوش اوستا، سرگذشت و تفکر علی شریعتی از نوجوانی تا مرگ او سرشار از نیرنگ‌ها و دروغ‌های بزرگ است. همکاری‌های او با نظام پادشاهی از فردای کودتای 28 مرداد 1332، خروج از کشور با برنامه ریزی سواک. شریعتی در سال 1352 در سن 40 سالگی بازنشسته می شود و دولت به او 22 سال سابقه کار می دهد. یعنی او از 18 سالگی در خدمت پادشاهی بوده است، چه در هنگام تحصیل در مشهد و پاریس و چه دورانی که مدعی مخفی بودن و زندانی بودن بوده است. ادعاهای اخذ مدارک تحصیلی دروغین از پاریس، ادعاهای دروغین دوستی با ام سزر و ماسینیون، تحریف و دروغ پردازی ها درباره اسلام و جعلیات برخواسته از ذهنیت او در رابطه با اسلام و مارکسیست معرفی کردن اسلام، تحقیر نمودن تمدن و فرهنگ میترایی اوستایی ایران و دروغ پردازی هایی درباره تاریخ مصر و ایران. 89
سیدی حافظ رند شیراز، برداشتی نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیروی اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام حافظ. گفتگوهای تاریخی سیاوش اوستا با شخصیت‌های ایران و جهان، رئیس جمهور، نخست وزیران، وزرا و سناتورهای فرانسوی، نخستین زن فضانورد جهان، رئیس جمهور پرتغال، دبیرکل یونسکو، فرزند فیدل کاسترو، عزیز نسیم، مهندس بازرگان، داریوش فروهر، محمد علی فردین، آذر شیوا، شیخ علی تهرانی، خواهر سید علی خامنه ای، فرزند خمینی، آیت الله منتظری، شارلز ناور، فرهاد، اکبر گلپایگانی، دکتر کوروش آریامنش، دکتر ابراهیم یزدی، ژنرال هنری پاریس، جوزه بووه، آری بن مناشه، مشاور امنیتی نخست وزیر اسرائیل، غوژ اغنو، پیر مقیون، رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه، مارشال منش، هنرپیشه هالیوود، روبرت منار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، پیر هنری، دبیرکل فرانس تق دازی، هوشنگ سیهون، ژنرال لبلت، دانیل جولان و ده ها هنرمند و شخصیت فرهنگی علمی سیاسی جهان. بخشی از این گفتگوها به زبانهای پارسی و یا فرانسوی در دسترس شماست. برای تهیه آنها با ما سالنامه های 7000 ساله آریای میترایی از 10 سال پیش در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. چاپ چهارم آیین اوستا، جهان آریایی با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن، با افزوده‌های بسیار به بازار آمد. 70مین اثر سیاوش اوستا، یکی از پرکارترین نویسندگان سرزمین ما و پیشگام روشنگری و خردورزی و خرافه ستیزی. برای چاپ جدید آیین اوستا 18 نفر از فرهیختگان و اندیشمندان جهان آریایی پیش درآمد نوشتند. در چاپ تازه آیین اوستا متن کامل گاتاهای زرتشت نیز آمده است. در بخشی از آیین اوستا 14 نیایش اوستایی با نگارشی شیوا و دلنشین برای پیوند ما با اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی به چشم می‌خورد. اندیشمندان جهان درباره زرتشت چه می‌گویند؟ برگرفته‌های آیین‌های دیگر جهان از اوستا. ساختن دانشکده پزشکی ایرانی در مصر. آموزش پزشکی و داروسازی عیسی مسیح در ایران. کشفیات تازه از تمدن 7000 ساله در جیرفت، شهر سوخته سیستان و سیالک کاشان، شهر ری، شوش و پامیر تاجیکستان و معنی نام‌های تازی رایج در ایران. اخلالگری‌های ایرانیان در اسلام. چرا ایرانیان هرگز مسلمان نشدند و مطالب تاریخی از فرهنگ و تمدن کهن.